خوش اومدین دوستان عزیز به یه برنامه دیگه علم شیرین تورا. مثل هر دوشنبه از 6 تا 7 لیکرات کالا به خوب نمخواه برو خطر دنهی ادوهن و ملخ آلان که هر کال نهیه بیدار هلو کوین رنج رئیس و محترم خانوما کل بزنن شعر لخدودی که همه وقتی که شبت عروس وارد میشه هممون میخونیم لیکرات کالا و الان واسهتون یه سورپرایز دارم. نزدیک شین لیوشی. حالا میریم پخش زنده به سربازا از عزه که دارن شعر میخونن. بفرمایین. سربازامون از عزه אדונאים לוכלי עולם ועד מרסי, we love you too הגילה, נגילה עלינו בזמן יאללה, יכול להיות ג'אש פורים או נזיקה بایس این الان پوریم چه جشن می کنیم به امید خدا. آماده این یه ثانیه دیگه. آمین. باز من شما سربازای عزیزمون خدا نگهدارشون باشه ایشالله به ذاتشون بزخوت این شیور تورا بزخوت همه تورایی که درس میخونیم دعایی که درس میخونیم אנחנו מאמינים נמאמינים ואין לנו על מי להישען אלא אלא אבינו ואלה עלי וואו what energy in your bag to have bag me to have ברוך השם. خب دوستان عزیز خوش اومدین به یه برنامه دیگه علم شیرین و تورا. مثل هر دوشنبه از 6 حدوداً تا 7 حدوداً یه خود معطل شدیم، اینجا اشکالات فنی داشتیم.
مرسی، خیلی متشکرم. بشنوم. واو واو، چقدر خوشحالم کردین. یه دوست عزیز مینویسه تو اینستاگرام که باید بره، ولی منتظر میمونه همیشه که این کلاس رو از دست نده. مرسی، افتخار دارین. طب دوستان عزیز، بیاین شروع کنیم. امروز هفته پیش یه خورده صحبت کردیم راجع به درجه شبت، چقدر شبت نگه داشتن کادو عزیزه که خداوند از توی گنجش واسمون درآورده و به همون داده. و خوش به حال کسی که شبت رو نگه میداره، چه لذتی میبره، چه آرامشی به دست میاره. و دوستان عزیز اینجا نوشتن از آمریکا، از جای مختلف، که آره من میدونم چی حرف میزنی، من هر شبت اینو احساس میکنم. بله البته که احساس میکنین، چیزایی نیست که من همینطوری بی خودی میگم، چیزاییه که توی تورا نوشته و هر چیزی که توی تورا نوشته پس مطمئنن اینطوری هست. آدم دوتا نشمه، دوتا روح، خدا من بهش یه روح اضافه میده که بیشتر بتونه غذا بخوره توی شبت، بیشتر بتونه لذت ببره توی شبت. همه این چیزا چیزاییه که فقط توی شبت هست. و توی چه شبتی؟ گفتیم شبتی که آدم انجامش بده مثل که خدا دستور داده، شبت خدا. ولی اگه شبتو نگه میداری مثل عقیده خودت، نه من فکر میکنم لذت بردن توی شبت اینطوره اونطوره، پس اوکی روی همچین شبتی خدا قول، مرسی متشکرم، خدا قول نداده که لذت ببری. این دیگه شبتیه که تو به وجود آوردی، یه چیزیه که خودت کردی، پس روی همچین شبتی خدا قولی نداده. پس این تا بله، این تا هفته پیش حدوداً، البته فقط این نبود، یه ساعت و نیم حدوداً، یه ساعت و 20 دقیقه صحبت کردیم راجع به شبت. کسی که میخوان میتونه برنامه رو به صورت تکراری توی گروه تلگراممون ببینه. گروه تلگراممون اسمش هست هاخام پارتو، نمیدونم اگه اونقدر هاخامه، ولی اوکی اینطوری صدا میکنن گروه رو. اسم گروه اونطوریه. سلام علیکم امیر عزیز. و همچنین هم توی یوتیوب کانال ایران 620 و توی فیسبوک و اینستاگرام خودم رابی پارتو به انگلیسی میتونین برنامه هفته پیش رو ببینین راجع به شبت. امروز یه خورده شیرجه میریم، بیشتر یه قدم میریم جلو، با اجازتون میریم یه خورده یاد بگیریم قوانین شبت رو. یه خورده یه چیزای خوشگل، چیزای کوچیک، همه چیز خوشگله، ولی چیزایی که زیاده از حد سخت نباشه. کلاس اول بودیم هفته پیش، حالا کلاس دومیم، یواش یواش میریم جلو که آدم باید بدونه بجز اینی که آدم درجه شبت و اهمیت شبت نگه داشتن و میدونه، بایدم بدونه چی مجازه و چی ممنوعه. هر چقدر یادم بگه آره من وای چه شبتی، من کاش که شبت نگه دارم، کاش که آره میخوام، ولی یاد نگیره چی مجازه چی اسوره. مثل یه راننده بود، میگن یه راننده داشت توی جاده میرفت و پلوی یه پلیس وایساد، میگه آره، میگه آقا پلیس من خوب رانندگی میکنم. میگه عالی، برو حالا ترافیک نکن، اینجا ایجاد نیا، برو ادامه بده. رفت رانندگی کرد و دوباره یه چرخی زد و دوباره برگشت، میاد به پلیسه میگه آقا پلیس رانندگی من چطوره؟ میگه بهت گفتم دیگه رانندگیت عالی، ادامه بده دیگه، اینجا ترافیک نکن. چش رفت دوباره یه گشتی زد، دوباره برگشت به پلیس میگه دوباره تو؟ میگه رانندگیم چطوره؟ میگه بابا بهت گفتم رانندگیت عالیه، ادامه. میگه آقا پلیس آخه اگه رانندگیم خوبه پس چرا بهم تصدیق نمیدن؟ بله پس تصدیقم لازمه. به جز این که آدم خیلی میخواد، دلش میخواد آره میخوام شبت نگه دارم، شبت چیز خوبیه، شبت چیز کادوی از خدا، شبت اینطور شبت اونطور،
میخوام شبات نگردم. ولی باید یاد بگیری چجوری رانندگی میکنن، چی مجازه چی اسوره، وگرنه چجوری شبات رو نگه داری. میتونی با عشق و علاقه بیای شبات رو نگه داری، ولی بدون این که بدونی دور از جون میتونی شبات رو اینجا اونجا چیزایی که به خاطر اینکه یاد نگرفتی. پس امروز شروع میکنیم یه خورده قوانین سویدن. شلوم شلوم. آره دوستان عزیز واسمون بنویسین از کجا هستین. اینجا از خلون میبینم، از ال ای، از انگلستان. نیویورک هنوز ندیدم اینجا. نیویورک تو کسی که میخواد، البته کسی که نمیدونم میترسن یا چیزی، پس اوکی هیچی حرفشو نمیزنیم. تو پس بیاین ادامه بدیم. آلمان، آره ایران، نیویورک. مرسی خوشحالمون میکنین که ببینیم که از همه دنیا دوستان عزیز لذت میبرن از این برنامه ها. این برنامه ها واسه شماست و لطفاً به اشتراک هم بذارین توی گروه های واتساپتون، توی گروه های فیسبوکتون. چرا؟ واسه نه واسه من، واسه دوستانتون، واسه فامیلاتون، که اونام جمع بشن بیان تورای خداوندو بشنون و لذت ببرن. نوشته شده توی پیرکی آوت، نوشته و ایم لمدت تورا هربه ال تخزیک توبا لعצמך. اگه تورا یاد گرفتی پس واسه خودت نگهش ندار، به دیگرانم پخشش کن. چرا فقط خودت لذت ببری؟ وقتی که یه غذای خوب میخوری، یه نمیدونم رستورانت خوب پیدا میکنی، به دوستت میگی درست؟ آه برو اونجا با زنت، واو لذت میبری، چه غذای آدم قاشقه رو میلیسه. لس آنجلس شنیدم دیگه اسمش رو عوض کردن به ایران نمبر 2 دیگه. آره تو یوفی عالی. پس به اشتراک بذارین برنامه ها رو، بفرستین به دوستاتون توی طریق مسنجر، طریق تگشون بکنین اینجا توی کامنت ها که اونام بیان، طریق اینستاگرام، طریق تلگرام، طریق هر جور میتونین که اونام بیان. به امید خدا امیدوارم لذت ببرن. پس بیاین شروع کنیم. پس اول از همه مثل که همه میدونیم میریم کنیسا شب شبت، و کنیسا همه این شعر قبول کردن شبت رو میخونن. مردا خانوم ها همیشه نمیان شب شبت کنیسا، برای اینکه شم روشن میکنن، مشغولن با بچه ها بعضی موقع. اوکی میدونیم که خانوم ها مجبور نیستن بیان کنیسا، فقط هر روز باید میبایستی یه دعا بخونن. مردا سه دفعه باید دعا بخونن، خانوما یه دعا. اگه زنیه که آزاده، یه دختر یا چی، پس اونم میبایستی سه دفعه در روز دعا بخونه. ولی خانومایی که مشغولن با بچه ها سرکار اینا، پس اونا معافن از سه دفعه، فقط یه دفعه مجبورن. پس زنا ولی مجبور نیستن به حتی اون یه دفعه هم مجبور نیستن بیان کنیسا، پس خانوما نمیان. ولی مردا توی کنیسا این شعر لخدودیو میخونن، با یه نوع سفارادی هست، یه نوع ایرانی هست، یه نوع اشکنازی هست. و این لخدودی یه شعریه که یه حاخام به اسم رابی شلومو الکابتس نوشته، که یه راوی مکوبل خیلی بزرگی بود در دوران رابی یوسف کارو، که کتاب شولخان آروخ و کتاب قوانینی که همه قوم اسرائیل طبق اون کتاب میره نوشته رابی یوسف کارو، و در اون دوره هاریا کدوش بود که همه علم کابالا رو بهمون یاد داده. حدوداً دارم صحبت 550 سال پیش میکنم. بله فکر کنم یه سوال داریم اینجا تو استودیو. بله اینجا لازم نیست سوال پرسید، زنگ زد برای اینکه میشه توی کامنت ها نوشت. اونایی هم که ببخشید
اگه میشه به انگلیسی بنویسین راحت تر، چون که نمیدونم حروفای فارسی خیلی کوچیکن، سخت خوندنشون. اوکی پس ادامه بدیم. پس این شعر لخدودیه. لخدودی لخدودی لکرات کلا بنشابت نکابلا لخدودی لکرات کلا بن شبت نکابلا. این لهجه اشکنازیشه، حالا لهجه سفارادی. لخدو دیلی کرد کلا بن شبت نکابلا شامور و زخور به دیبور خد هیش میانو اعلام یوخد ادونای אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה. באינטורי המה דועי שב שבת או בושר המש בושר אוי 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 המש בושר מכונן ובעדן מיון חונה. وقتی که میان خونه پس میرسه به سفردی از the most beautiful melody. اوکی تا اوکی دخالت نمی کنم، حالا شاید اینجا یه کسی اشکنازی باشه ناراحت بشه از این حرفتون. اوکی هر کسی هر چیزی خوشش میاد، همش خوبه همش خوبه. به هر صورت ولی رابی شلومو الکابت که این شعر رو نوشت سفارادی بود به هر صورت. اوکی پس بعدن میایم خونه. مثل که گفتیم هفته پیش دو تا فرشته با آدم میان از کنیسا به خونه، یه فرشته خوب یه فرشته بد. و وقتی که میان خونه میبینن سفره چیده، تخت خواب همه چیز مرتبه، شمای شبت روشنن. پس فرشته خوب میگه یه ایراتون ایشالا هفته بعدم همینطور باشه، و فرشته بعد مجبور میشه میگه آمین. و اگه نه دور از جون، پس اگه سفره چیده نیست، تخت خواب شلخته، شمای شبت روشن نیست، پس دور از جون فرشته بعد میگه ایشالا هفته بعد همینطور باشه، و فرشته خوب مجبور میشه بگه آمین. پس خیلی مهمه، فرقی نداره مرد حاضر کنه زن حاضر کنه، فرقی نداره، شریکیم، خونه هر دوتا ایمونه، نه مسئولیت توی نه مسئولیت توی شم روشن کردن و دادن به زنا، حتی که مردم میبایستی روشن کنه. الان صحبتشو میکنیم. صحبت شم روشن کردن و ولی معمولا دادن به زنا، صحبتشو میکنیم الان چرا دادن به زنا. اوه شلام شلام، اینها فرانسه هم اومده، فرانسه ویلکم. پقی پقی، بله اوکی. What is difference between Ashkenazi and Sephardi؟ هیچ فرقی نیست بین اشکنازی و سفارادی، هر دوتایشون یهودی هم. فقط اینا وقتی که بیت المقدس رو خراب کردن، اینا رفتن به طرف زمینای اروپا و اینجاها، هلند، سوئیس، اینا اونجاها پس، و اینا رفتن به طرف یمن، به طرف عراق، ایران، اینجا همین دور و ورا موندن، و اینا موندن سفارادی، اونا موندن شدن اشکنازی، ولی هیچ فرقی نیست. جا
جز رسمای مختلف، ولی توی ریشه ها، توی ریشه های تورا، توی قوانین تورا هیچ فرقی بینشون نیست، فقط توی جزئیات های کوچیک، رسمایی که بعضیاشون رسمای مختلف روی خودشون قبول کردن، ولی چیزایی نیست که توی تورا، چیزایی که توی تورا نوشته یا خخمیم دستور دادن عدوتایشون همونطور انجام میدن. پس میاد خونه و شعر میخونه. چه شعری؟ شعر واسه به احترام فرشته ها که اومدن، شعر شلوم علیکم. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום מלאך עליון, מי מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שיר שלום עליכם, همه פרשתי ה, שלום עליכם מלאכי השרת, פרשתי ה, שלום שלום שבת שלום. ופרשתי ה אינטורי همشون میان دورور میز خونه آدم و این شعری که میگه شبت شلوم به خانومش، میگه شبت شلوم به بچه‌ها، همه بچه‌ها، همه خانومش، همه لباسای شبت با کت با کراوات، همه بچه ها مرتب، لباس ها مثل عروسی. چیه؟ داری میرین عروسی؟ آره عروس جدید اومده. کیه عروس جدید؟ وای 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 شبت کدش، شبت کدش. بیاین این شعره رو پیدا کنیم واسه تون. یه شعریه که نمیشه از دستش داد. بله بیاین تندی تندی تندی، فکرشو نکردم این شعر رو بذارم، ولی حالا به فکرم اومد. ننای ننای عروس شبت ملکه، یه لحظه صبر داشته باشین. الان پیداش میکنم. وقتی که پیداش کنم به امید خدا. و من فقط منتظرم هفته دیگر، امشب شب شباته که دور هم باشیم. نه پیداش نکردم. خب اشکالی نیست، خودم خوندمش. تو پس آره عروس شبت، شبت ملکه. آه شلوم اینها منتظر بودم.
بله even better. خب پس اینطوری همه و شمای شبت رو میبینه، شمای شبت. حالا بریم یه خورده توی بحر شمای شبت روشن کردن. البته شمای شبت رو قبل از شبت روشن میکنیم، توی شبت روشن نمیکنیم. البته شم شبت رو باید یه چند تا چیز بدونیم. اول از همه وقت شم شبت روشن کردن بهتره 20 دقیقه قبل از غروب یا نیم ساعت، نه بیشتر از اون، نیم ساعت قبل از غروب. چرا؟ چون که بشه فهمید که این شما رو واسه شبت داری روشن میکنی. اگه بیشتر از نیم ساعت قبل از غروب باشه پس اصلاً شلوم، پس اصلاً نمیشه فهمید که واسه شبته. پس اینجا بریم یه خورده توی جزئیاتش. اگه آدم 20 دقیقه قبل از غروب و این رسم یروشلایم هست، یه تقویمای هست که روشون نوشته 40 دقیقه قبل از غروب و این خوب نیست. طبق سفارادی ها 20 دقیقه قبل از غروب باید شمع روشن کرد، یا مثل که گفتم نیم ساعت قبل از غروب، ولی نه بیشتر از این، که آدم که نشونی که بشه فهمید که واسه شبت داره این شمع روشن میکنی. وقتی که آدم شمع شبت رو روشن میکنه مجبور نیست شبت رو قبول کنه رو خودش، یعنی حتی بعد از اینکه شمع شبت رو روشن کردیم، طبق ما سفارادی ها دارم صحبت میکنم، حتی بعد از اینکه شمع شبت رو روشن کردیم پس آدم میتونه کارهای مختلف بکنه. هنوز 20 دقیقه تا غروب مونده. اگه رسید تا 9 دقیقه قبل از غروب دیگه نه، دیگه بهتره کاری نکنی، دیگه روی خودت شبت رو قبول کن. چرا؟ چون که 9 دقیقه، این 9 دقیقه که قبل از غروبه جای شک هست که شاید دیگه شبت شده، شاید دیگه غروب شده. چرا؟ برای اینکه شاید مسافت شهری که توش هستی دقیقا مثل که توی تقویم نوشته نیست، پس غروب دیگه بوده. شاید ساعتت دقیقا درست نیست، پس اونم شاید غروب بوده و توی ساعتت نشون میده که هنوز نیست. بنابراین توی این 9 دقیقه که قبل از غروبه آدم وارد این 9 دقیقه نشه، ولی از 20 دقیقه تا بگیم 9 دقیقه تا قبل از غروب آدم مجبور نیست. البته خانومایی که میخوان شبت رو خودشون قبول کنن وقتی که شم و شبت رو روشن میکنن مجازه، میتونن، اشکالی نیست، ولی فقط دارم میگم که اتوماتیک نیست. چرا؟ چه فرقی داره؟ که مثلا اگه یه خانومی یه چیزی یادش رفت بکنه، شم شبت رو روشن کرد و وای چراغ یخچال رو یادم رفت خاموش کنم، اوکی اشکالی نیست، میتونی حتی که شما رو روشن کردی میبینی هنوز یه روبه تا غروب، میتونی هنوز شمع چراغ یخچال رو خاموش کنی که توی شبت وقتی که در یخچال رو واز میکنی چراغ روشن نشه، اشکالی نداره. ولی از اون طرف هم باید بدونه که چون که وقتی که شمع شبت رو روشن میکنه شبت رو قبول نمیکنه، پس بعدن متوجه باشه، یادش باشه که بعدش وقتی که حاضره بگه، باید بگه که من رو خودم شبت رو قبول میکنم. چرا باید اینو گفت؟ مردا توی کنیسا وقتی که لخدودی میگن و میزمور شیر لیوم شبت، پس رو خودشون شبت رو قبول میکنن. خانوم ها ولی لخدودی نمیگن، بعضی موقع میزمور شیر لیوم شبت نمیگن، پس که شبت رو خودشون قبول کنن میبایستی بگن که من رو خودم شبت رو قبول میکنم. چرا میبایستی گفت؟ چرا باید شبت و آدم رو خودش قبول کنه؟ یکی از میتزواهای تورا اینه لحصیف میخول الکودش، که آدم اضافه کنه از روزای هفته روی شبت یه خورده، فرقی نداره چقدر،
یه دقیقه، دو دقیقه، 20 دقیقه، هر چقدی، ولی یه خود از روزای هفته اضافه کن روی شبت، وقتی که شبت وارد میشه و وقتی هم که شبت در میاد، یعنی هم موتسای شبت هم جمعه. پس آدم میبایستی شبت رو قبل از اینکه غروب میشه یه دقیقه، دو دقیقه، 20 دقیقه، یه خود قبلش قبول کنه روی خودش، واسه اینکه اضافه کنه از روزای هفته روی شبت خودش. همونطوری هم وقتی که شبت در میاد آدم یه خورده فور بعضی هستن روی ساعت نگاه میکن، آه شبت در اومد، یالا بیا، یه دقیقه منتظر باش، دو دقیقه منتظر، یه خورده بیشتر شبتو بکش، که بکش یعنی نه بکش از سختی، یعنی بکش طولانیش بکن یه خورده بیشتر، که چی؟ که اضافه کنی از روزای هفته، از یک شنبه، شب یک شنبه روی شبت. این میتسوای از تورا لحصیف مخول الهکودش. شم شبت روشن کردن گفتیم 20 دقیقه قبل از غروب یا نیم ساعت قبل از غروب. پس این آدم تشخیص میده که این شما رو روشن کردن واسه شبت، و اون وقت مجبور نیست شبت رو قبول کنه وقتی که شما رو روشن میکنه. ولی اگه یه خانومی مثلا باید بره خونه پدر مادرش و میبایستی مجبوره قبل از نیم ساعت، یعنی بیشتر از نیم ساعت قبل از غروب شمع روشن کنه، پس به این شرایط اول از همه باید بدونیم نمیشه به هر ساعتی شمع شبت روشن کرد. جمعه صبح دیگه پخته پزش رو تموم کرد، میگه اوکی یلا بیا شمع شبت رو از ظهر روشن میکنم و همین. نه، شمع شبت 2 ساعت و 1 ساعت و ربع قبل از غروب بیشترینه، یعنی جلوترینه که میشه شمع شبت روشن کرد، و فقط به یه شرایط. چه شرایطی؟ که چون که خیلی زوده، نزدیک شبت نیست و نمیشه تشخیص داد که این شمع رو داری واسه شبت روشن میکنی الان، پس اگه آدم از نیم ساعت قبل از غروب، یعنی بیشتر از نیم ساعت قبل از غروب روشن میکنه، یعنی 40 دقیقه قبل از غروب، 50 دقیقه قبل از غروب، 1 ساعت قبل، پس مجبوره بعد از اینکه شمع شبت رو روشن میکنه شبت رو فوری قبول کنه. چرا؟ واسه اینکه شمع شبت روشن کردن چسبیده باشه فوری بعدش شبت رو وارد کنه، شبت رو قبول کنه، که بتونن ببینن که شما رو واسه شبت روشن کرده. به خاطر این وقتی که تو نیم ساعت تا غروب روشن میکنی، پس اوکی میدونن نیم ساعت دیگه شبت، الان داره شما رو روشن میکنه، مجبور نیستی شبت رو قبول کنی وقتی که شما رو روشن میکنی. ولی وقتی که دیگه خیلی دور از شبت، بیشتر از نیم ساعت قبل از غروبه، پس آدم باید فوری بعد از اینکه شما رو، البته بعد از اینکه شما کرد، روشن کنه. بعضی هستن میترسن میگن اوکی، میترسن میگن چه جوریه اینا، نه، شبت رو قبول میکنه آدم رو خودش بعد از اینکه همه شما رو تموم کرد روشن کنه. پس اگه بیشتر از نیم ساعت قبل از غروب شما رو روشن میکنی، باید فوری بعدش شبت رو قبول کنی رو خودت، که بتونه که بشه فهمید که واسه شبت این شما رو روشن کردی. براخای شما شبت هست، اینجا یه دوست عزیز میپرسه، براخای شما شبت، بروخ اتا هشم، اسم هشم رو میگیم، نه هشم مثل که من میگم، البته مثل که توی همیشه میخونیم، فقط من اسم هشم رو تلفظ نمی کنم. الوکینو، الوکینو هم با هی میگیم نه با کوف، همه تون میدونین، ملخ العالم اشر کدشانو بمצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. این ברכה، و این ברכה رو قبل از اینکه شمع شبت رو روشن میکنن میگن. اول ברכה، بعدن شمع روشن کردن. حالا میدونم که در این مورد خیلی ها روم میپرن، خیلی ها بهم میگن نه بابا، مادرم، مادر بزرگم، رابایم، اوکی میدونم میدونم که بعضی ها رسمشون
بود و هست که اول شم روشن کنن، دستشون رو میذارن روی چشمشون، برخا میگن و بعدن دستاشون رو میزنن کنار. یعنی اول شم روشن میکنن بعدن برخا میگن. میدونم اینو، ولی طبق هلاخه جور درسترش اینه که اول آدم میدونم درست، ولی طبق هلاخه جور درسترش اینه که آدم اول برخا بگه بعدن شما روشن کنه. و توضیح میدم، بیاین یه خورده توضیح بدیم. اونایی که میگن اول شم روشن کن بعدن برخا بگو، چرا عقیدهشون اینطوریه؟ چرا اینطوری میگن؟ برای اینکه اونا میگن که وقتی که آدم صدقه با. اوکی، صدقه هم درست، خانومایی هستن که قبل از اینکه شمع شبات روشن میکنن صدقه هم میدن. اوکی، ولی اوکی اون مجبوری نیست. اوکی، برای اینکه اونایی که میگن اول شمع روشن کن بعدن برخا بگو، اینطوری میگن، میگن وقتی که برخا میگی پس شبات رو قبول کردی رو خودت، پس چجوری بعدش شمع روشن کنی؟ دیگه شبت رو قبول کردی، شبته، چجوری آتیش روشن میکنی، شمع روشن میکنی توی شبت؟ بنابراین میگم چی؟ اول شمع رو روشن کن بعدن برخا رو بگو. ولی مثل که الان توضیح دادم، ما سفارادی ها وقتی که شمع روشن میکنیم هنوز شبت رو قبول نمیکنیم، وقتی که برخا میگیم هنوز شبت رو قبول نکردیم. این شبت قبول کردن نیست. بنابراین میتونی برخا بگی، میتونی شما رو روشن کنی تا آخرین شم، کبریت هم خاموش شد میتونی دوباره کبریت روشن کنی، دوباره شم خاموش شد یه کبریت دیگه روشن کن. چرا؟ چون که شبت رو هنوز قبول نکردی. فقط بعد از این که آروم شدی، راحت شدی، همه شما رو روشن کردی، کبریت رو خاموش کردی، همه چیز حالا بگو، حالا دارم روی خودم شبت رو قبول میکنم، زو همه چیز حاضره، دیگار رو گذاشتم روی پلاتا، همه چیز حاضره. پس به خاطر این طرز درسترش اینه که اول برخا بگی آدم بعدن شم روشن کنه. اینطور نه فقط توی شم روشن کردنه، همه میتسووتا، همه فرمانایی که نگاه کنیم متوجه بشیم همشون اینطوری انجامش میدیم. اول برخا میگیم بعدن میتسوه رو انجام میدیم. اول برخا میگی لانیخ تفیلین، بعدن تفیلین رو میبندی. اول میگی برخای تسیتسیت، بعدن تسیتسیت رو میذاری رو خودت. اول برخای سیب میخوری، بعدن میخوری سیب رو. دیدی که کسی سیب بخوره بعدن برخاشو بگه؟ نه. شمای شبت هم روشن کردن فرقی نداره، اول برخا بعدن. و اشکالی هم نداره کسی که رسمش بود تا امروز اول شم روشن کنه بعدن برخا بگه، اشکالی نداره که عوض کنه رسمشو. این ندر نیست، هیچ اشکالی نیست، لازم نیست حتی رات نداریم بکنه هیچی، و فقط از امروز شروع کنه اول برخا، بعد از اینکه برخا رو تموم کرد شما رو روشن کنه. حالا بعضی خانوم ها هستن رسمشون هست یه چند تا شم روشن کنن به تعداد همه فامیل. بله اینجا اینا همین الان دارم همین راجع به این صحبت میکنم، چه تلپاتی، همین من صحبتش میکنم شما پرسیدین. پس بعضی خانوم ها هستن که به تعداد همه فامیل، بچه ها، چند تا بچه داریم، نمیدونم 23 تا بچه داره. یه کسی بود رفت باقی وش از نگهبانه اونجا تو ورودیه، گفت بهش ببخشید آقا دیگه باقی وش بسته است. گفت نه نمیتونی، قول دادم به بچه ها که
میبرمشون با. پس نگهبانه بهش میگه همه اینا بچه های تو هن؟ گفت آره. گفت چند تا بچه هست؟ گفت 13 تا. چشم بد ازشون دور. 13 تا. گفت چی میگی 13 تا بچه دار؟ گفت اوکی خب برو تو، برو تو. گفت چرا، چی شد حالا، چه فرقی داره که 13 تا بچه داره اجازه دادی برم تو؟ گفت برو میمونا باید اینو ببینن، برو میمونا. یه خانومی بود سوار اتوبوس شد میاد بلیت چیز رو بده به راننده، یکی میزنه، دوتا میزنه، 7 تا بچه با 7 تا بچه اومد بالا، یکی میزنه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا. دستش خسته شد دیگه. بعدن شوهره اومد میگه خجالت نمیکشی؟ همه بچه ها رو دادی دست زنت، نسونس کن، کمکش کن، چه مردی تو، چه شوهری تو. براننده میگه خب وایسا این نصف اول بود، نصف دو، نصف دو. اخ 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 توف. پس کجا بودیم؟ پس بعضی هستن به تعداد بچه ها و فامیل و شوهرش خودش همش شم روشن میکنن. باید بدونیم که این رسمه، مجبوری نیست. طبق فوتبال تیم داریم با. تو پس باید بدونیم این رسمه. طبق هلاخه، طبق تورا، در اصل ریشه یه شم روشن کردن واسه شبت کافیه. ولی قوم اسرائیل همه قوم اسرائیل رسمشونه که اقلا 2 تا شم شبت روشن کنن. چرا 2 تا؟ کنگد زخور و شمور. اگه ببینیم 10 فرمانو، 2 تا جا در تورا 10 فرمانو نوشته شده. اینا دارم توضیح میدم امیر جون، یه لحظه صبر داشته باش، شما عجله دارین، یه لحظه یه نفس بکش، یه چای حاضر کن، الان بهت توضیح میدم. پس 10 فرمان و 2 تا جا در تورا نوشته شده، یکی پاراشای ترو توی کتاب شمات، یکی پاراشای و اتخنن توی کتاب دواریم. فرمان 5 که راجب نگه داشتن شبت صحبت میکنه، یه جا نوشته شمور اتیام هشبت لکجو، یعنی روز شبت رو نگه دار، مقدس نگهش دار. جای دوم فرمان 5 که راجب شبت رو نوشته، پس نوشته زخور اتیام شبت لکدشو، یادت باشه روز شبت رو که مقدس نگهش داری. پس چی نوشته بود روی 10 فرمان؟ شمور نگه دار یا زخور یادت باشه؟ چی؟ یه جا اینطور نوشته، یه جا اینطور نوشته توی تورا. خخمی میگن زخور و شمور به دیبور اخد نعمو،
یعنی یه چیزی که آدم بشر نمیتونه بکنه، خدا یه کاری کرد که آدم نمیتونه بکنه. چی؟ آدم وقتی که یه کلمه از دهنش در میاره نمیتونه یه کلمه دیگه در بیاره، فقط بعد از یه کلمه که در آوردم میتونم یه کلمه دیگه بعدش بگم. ولی خدا میتونه در همون وقت، در همون ثانیه دو تا کلمه بگه. هر دو تاییشون رو خدا گفت، هم شمار هم زخار به دیبور خد، با یه حرف، با یه حرف زدن هر دو تاییشون رو گفت. به خاطر این یه جا نوشته شمار، یه جا نوشته زخار، که چی؟ که بدونی هر دو تاییشون رو خدا گفت به همون وقت. بنابراین به یاد این موضوع دو تا شمع شبت ما روشن میکنیم، یکی که نگید، یکی واسه شمار، یکی واسه زخور. این رسم همه قوم اسرائیله. هر جای قوم اسرائیل ببینین خانوما دو تا شمع شبت روشن میکنن. خانومایی هستن مثل که گفتم بیشتر میخوان، چرا؟ احترام شبت شمای شبته، میخوان خونه روشن باشه. روشنایی احترام. اون موقع هم یادمون نره چراغ نبود، اینا نبود، شمایی که روشن میکردی نور شبت بود، نور خونه بود، شلوم بیت بود. آدم میره چجوری ببینه کجا میره شب؟ شمای شبت. اینا Thank you for being in the class and learning that. پس بعضی خانوم ها هستن بیشتر روشن میکنن، بعضی هستن هفت تا روشن میکنن به تعداد روزای هفته، بعضی هستن بیشتر به تعداد بچه های فامیلشون. اوکی، هر کسی میخواد اضافه کنه دیگه، هیچ اشکالی نداره، ولی دوتا اقلا. حالا بریم صحبت چی؟ موضوع این، اینم مهمه. واو میبینم همش رفت راجب شمای شبت، خواستم راجب کیدوش هم صحبت کنم، سه تا وعده قضا. تو هرچی وقت کنیم خوبه، همش تو راز، همش مقدسه. اوکی، کسی هم که سوال داره میتونین بپرسین، مزاحم نیست، خوشحال میشم از سوالاتون. اوکی، پس بیاین ببینیم شمع شبتو باید بدونیم. هر کسی توی خونش باید شمع شبت روشن کنه، نه فقط توی خونش، هر کسی هر جایی هست، هر جایی غذا میخوره یا میخوابه. و توضیح بدم، مثلا خانوم خونه زایید، مزال تو گلولولو، فرقی نداره پسر دختر، چه فرقی داره بابا، بس کنین این حرفا، پسر خوبه دختر خوبه، فقط مهمترین چیز اینه که بریت باشه. نه شوخی میکنم. همشون خوبه، باروخ هشم سالم باشن، پسر دختر، شکر خدا. آره درست. پس زاید و شبت خونه نیست، شبت موند بیمارستان که استراحت کنه. آدم باید بدونه، آره بی هلفی، آدم باید بدونه. خخمیم میگن که بعد از زایمان زن دور از جون، استخوناش تیکه پاره میشه، از هم دیگه جدا میشه. اصلا میدونین سختی زایمان چقدر سخته؟ بعضی شوهرها نمیفهمن، اصلا نمیفهمن، خیلی سخته و عصبانی میشه روی زنه، تفلکی زنه، اصلا به خودش مسلط نیست با همه هورمونایی که دیوونش میکنن. نمیدونه، یه لحظه گریه میکنه، یه لحظه شیرین میخواد، یه لحظه ترش میخواد، حالا خیارشور بیار، نه حالا. خودشم نمیدونه چی داره میگذره اصلا روی خودش. پس کافی نیست که خودش داره از دست خودش دیوونه میشه، تو هم تازه روش رو میکنی عصبانی میشی یا این چیزا. پس اینو باید بدونیم، آدم شوهری که به زنش برسه
خودت لذت میبری. یه زن سالم داره، یه زن، چقدر زن ها تفلکی ها میرن توی دیپرشن، میرن توی غمگینی و این چیزا بعد از زایمان. میدونین چقدر سخت ازش در اومد. پس به هر صورت زنه تو بیمارستان مون واسه استراحت، اوکی، یا فرستادیش هتل، یا هتل های مخصوص هست واسه زنهای زاو که واسه شون چیزای غذاهای مقوی و اینا. آره خیلی خوبه، اینجا تو اسرائیل همیشه میره. آمین. پس حالا شوهره مونده خونه تنها با بچه ها، فرقی نداره، باید شوهره تو خونه شمع شبات روشن کنه و زنه تو بیمارستانم شمع شبات روشن کنه. چرا؟ چون که هر کسی هر جایی هست میبایستی شمع شبات رو ببینه، روشن کنه. فقط تو خونه نیست. و پس شوهره تو خونه روشن میکنه، براخا میگه و روشن میکنه. زنم توی بیمارستان، ولی بیمارستان اوکی صحبت دیگه است، چون که اونجا اجازه نمیدن شمع روشن کردن و این چیزا. ولی به هر صورت بگیم مثلا رفته جایی که نمیدونم، رفته خونه پدر مادرش یا یه جایی که میتونه، پس اونجا باید شمع شبت روشن کنه. این یه چیز خیلی مهمیه که بدونیم. هر کسی، یه مردی هست تنها زندگی میکنه، یه زنی هست تنها زندگی میکنه، فرقی نداره، شمع شبت باید هر کسی هر جایی هست شمع شبت روشن کنه و ببینه. ولی معمولا وقتی که با هم دیگه تو خونن، پس این میتزوا رو، این فرمان شمع شبت روشن کردن دادن بزنه. چرا بزنه؟ مردم باید، مثل که گفتیم، مردم باید شمع شبت روشن کنه، ولی وقتی که تو همون خونن، پس گفتن زنه روشن کنه. چرا زنه روشن کنه؟ یه چند تا دلیلی داره. اول از همه به خاطر اینکه معمولا زن تو خونه است، زن پخت و پز میکنه، زن همه چیزای خونه رو انجام میده. پس اینم یکی از کارهای خونه است که خونه روشن باشه. پس دادن این فرمانو به زنه. یعنی اگه مرده میخواد شمع شبت روشن کنه اجازه نداره، فقط اگه زنش بهش اجازه بده، چون که حق تقدم با زن است. اوکی. این دلیل اول. دلیل دوم اینه، به خاطر اینکه هوا به آدم اول از درخته داد بخوره. و اینجا یه چیزی بهتون بگم، درخته اصلا سیب نبود. نمیدونم چرا همه نقاشی میکنن درخته رو که سیب بهش داد، اصلا سیب نبود. چهار تا عقیده هست که نوشته ثابت میکنه از تورا چی بوده، ولی سیب یکیشون نیست. یکی از میگه انجیر بوده، یکی از میگه انگور بوده، یکی از میگه اتراق بوده و یکی از میگه گندم بوده. گندم بلند بوده مثل درخت، ولی سیب ننوشته. نمیدونم این سیبه توی کتابای بچه ها از کجا اومده که همه سیب نقاشی میکنن. نمیدونم، به هر صورت سیب اشتباس. تو پس هوا به آدم اول از این درخت داد بخوره، گناه کارش کرد. و آدم اول یکی از اسماش بود نروش العالم، یعنی نور دنیا. و چون که از اسلام اومده، چه ربطی داره به اسلام؟ تو نمیدونم. پس چون که هوا گناهکار کرد آدم اولو،
که یکی از اسماش بود نور دنیا. پس نور دنیا رو خاموش کرد، پس بهش این فرمان رو دادن که به عنوان این که اصلاح کنه این گناه رو، که تیکون بکنه. آره سیبا میگم، توی اسلام نوشته سیب، توی قرآن نمیدارم، اگه میشناسین پس بهم بگین، خوشحال میشم یه دفعه بفهمم از کجا این سیبه اومده. تو بر صورت، پس به خاطر این دادن به زنا که زنا شمع شبت رو روشن کنن، ولی حتی که زن این فرمانه رو دادن بهش، تو انجیل هم نوشته سیب، همینطور ننویسین، بگین کجا چی کریستیانیتی کجا. تو حتی که این فرمان رو دادن به زن، ولی مردم میتسوا هست که شریک باشه، بنابراین مرده شما رو آماده میکنه واسه زنه که بیاد روشن کنه. زنه مرده شما رو آماده میکنه، اگه با روغن روشن میکنه، اگه با شم، فرقی نداره، شمدونه رو میذاره جای درست، میذاره کبریتا رو آماده میکنه، همه چیز. وقت که چرا که مرده شریک باشه تو این فرمان شم شبت روشن کردن. حالا باید بدونیم یه چیز مهم دیگه، اگه مثلا یه کسی میره مهمونی، پسر دختر میرن پیش پدر مادرشون، آیا باید اونجا شمع شبت روشن کنن یا نه؟ پس اگه بهشون یه اتاق جداگانه میدن، این اتاق واسه شما، پس اونجا عروسه دختره، فرقی نداره که عروسی کرده، دختره که عروسی کرده، دخترهایی که عروسی نکردن لازم نیست شمع روشن کنن شمع شبت، فقط خانم خونه شمع روشن میکنه، و البته و البته که برخا نگن دخترهای خونه. چرا؟ چون که خانم خونه اونیه که شمع روشن میکنه، اونیه که برخا میگه، البته اگه خانومه هست گفتیم، که اگه نیست پس پس شوهره روشن میکنه، ولی وقتی که خانم خونه هست یا شوهره پس اونا شما رو روشن میکنن. یکیشون دخترای خونه، دخترای مجرد لازم نیست شما روشن کنن. بعضیا هستن او نمیشه، نه sorry it's nice but توضیح میدم، بعضیا هستن که دخترا شمع شبت روشن میکنن و هیچ اشکالی نداره اگه شمع روشن کنن بعد از مادره، اشکالی نداره، ولی قبل از مادره نه. چرا؟ و توضیح بدم یه خورده اینو، و حتی بعد از اینکه مادره روشن میکنه، دخترها اگه روشن میکنن اجازه دارن، ولی از سور برخا بگن. چرا؟ برای اینکه چون که مادر خونه شمع شبت رو روشن کرده، نه
اگه دختر مجرد تنهایی زندگی میکنه پس تنهایی زندگی میکنه، پس شبن شبت روشن میکنه. آره، ولی وقتی که گفتم وقتی که توی خونه با پدر مادر زندگی میکنه، پس چون که وقتی که مادر خونه شمع رو روشن کرد، براخا گفت، پس دیگه حالا شمع شبت دیگه یکی دیگه دومی روشن کردن دیگه فقط اضافه کردن نوره، یه نور مخصوص، یه نور هست واسه شبت، شمعای شبت هست، حالا اضافه کردنه، اضافه کردن رو اضافه کردن نور رو اضافه کردن نور براخا نمیگیم. پس این براخا که بگن دخترهای مجرد بعد از مادرشون براخا لبطل است، یعنی براخای بی خودیه و از سور بعد از همچین براخای آمن گفت و این حساب میشه اسم خدا رو بی خودی به یاد آوردن و اینی که تو ده فرمون نوشته لو تیسا اچم اشم الوکی خلشو، بی خودی اسم خدا رو استفاده نکن، حتی که براخاست داره میگی ولی براخای که سرجاش نیست، براخای جایی که خخمیم نگفتن براخا بگی. پس به خاطر این دخترهای مجرد از سور به هیچ وجه براخا بگم، مجبورم نیستن شمع شبت روشن کنن، اگه میخوان شمع شبت روشن کنن بعد از مادره اوکی اشکالی نداره، ولی مثل که گفتم نه قبل از مادره، چون که بعد چی میشه اگه قبل از مادره روشن کنن، پس اون وقت مادره داره نور اضافه روشن میکنه و نور گفتیم روی نور، روی اضافه کردن نور نمیشه براخا گفت، پس اون وقت مادره نمیتونه براخا بگه. دختره نگفت، اول شم روشن کرد براخا نگفت، ولی شم روشن کرد واسه شبت، حالا مادره بیاد بعدش یه شم دیگه روشن کنه اضافه کردن نوره، ولی روی اضافه کردن نور نمیتونه براخا بگه، پس هیچ کسی حالا براخا نگفت. بنابراین اول مادر خونه شم شبت رو روشن میکنه و لازم نیست دختر رو روشن کنن، ولی اگه یه عروس دوماده پسر دختر اومدن مهمونی پیش پدرشون مادرشون، مادر زن پدر زن، اینا رفتن پیش دوستاشون، فرقی نداره، پس اگه بهشون یه اتاق جداگانه میدن که بخوابن اونجا توی سالن جایی که غذا میخورن، نمیتونن که شمع روشن، چون که اونجا مادر خونه شمع روشن میکنه، جای بهترین شمع شبت روشن کردن جایی که آدم غذا میخوره توی اتاقی که وقتی که آدم کیدوش میکنه، وقتی که آدم سر سفره شبت میشینه شمعای شبت رو ببینه، ازشون لذت ببره و شمعای شبت رو آدم بذاره که شمعای باشن که زیاد روشن بمونن. زیاد چیه؟ یعنی کافی. پس توی جایی که میخورن نمیتونه روشن کنه، چرا؟ چون که مادر خونه اونجا روشن میکنه، پس میتونه جای خواب روشن کنه، جایی که میخوابن، ولی به شرط اینکه اتاق رو دادن به اونا، کسی وارد این اتاق نمیشه، یعنی نه یه اتاقی که فقط اونجا میخوابن ولی هر لحظه یه کسی نه باید لباس بردارن، باید این بردارن، نه، اگه اتاقیه که دادن بهشون این اتاق شماست واسه این شبت همین، پس این اتاق حساب میشه مثل خونهشون و وقتی که آدم نمیتونه شمع شبت روشن کنه جایی که میخوره، پس مجاز شمع شبت روشن کنه جایی که میخوابه، پس اون وقت چون که جایی که میخوره که توی سالن توی اتاق نهار خوری نمیدونم اونجا خانم خونه شمع شبت روشن کرده نمیتونه اونجا روشن کنه، پس میتونه این عروس دوماد میتونن توی جایی که میخوابن روشن کنن، البته مواظب باشن همه چیز که خطر
سوزوندن و سوختن و چیزی نباشه. البته اینا لازم نیست گفت، ولی تورا به فکر این چیزام هست، پس آدم باید مواظب به این چیزام باشه، جای خطرناکی روشن نکنن. بله اینجا چی میگن؟ means in. آها توی کنیسا. اوکی پس توی کنیسا، در اصل لزومی نیست اصلا شام شبات روشن کرد، برای اینکه کسی نه اونجا میخوابه، نه میخوره و نه میخوابه. پس واسه چی؟ لزومی نیست. شام شبات مثل که گفتم باید روشن کرد جایی که آدم میخوره یا جایی که آدم میخوابه، ولی توی کنیسا نه اینه و نه اون. رسمی که توی کنیساها شام شبات روشن میکنن از این شروع شد که قدیما آدمای فقیر بودن که از شهر به شهر می رفتن و جای خواب نداشتن، پس توی کنیسا می خوابیدن. توی کنیسا جماعت واسه شون غذا می آوردن، کیدوش می کردن و اینا. پس به خاطر این رسم شد که توی شبات توی کنیسا شمع شبات روشن می کنن. ولی امروزا نمیدونم، من دیگه همچین چیزی نشنیدم که کسی توی کنیسا بخوابه، ولی ادامه دادن با این رسمه که گابای کنیسا، مسئول کنیسا شمع شبات روشن میکنه توی کنیسا. اوکی اشکالی نداره، ولی براخا روش نمیتونه بگه، چون که شمع مجبوری نیست که کسی باید اینجا شمع روشن کنه، باید اینجا، پس براخا نمیگه، ولی شمع شبات روشن میکنن بعضی کنیسا هستن رسمشونه، آره روشن میکنن. پس نه دوتا روشن میکنن، اونجا هم دوتا توی کنیسا دوتا، بعضی ها بیشتر روشن میکنن. اوکی ولی این راجبه چی میگه؟ این درسته که بله کسی که یهودی نیست، غیر یهودیه، پس اجازه نداره شبت رو نگه داره به عنوان کامل. خداوند این شبت رو داده به یهودیا. کسی که میخواد شبت کامل داره یعنی یهودی میشه، پس تا اینکه یهودی نشده کاملا، مرحله رو نگذرونده و امتحانا نرفته پیش یه رابای که قبولش کنه که یهودی شده و مرحله هایی که باید بگذرونه گذرونده، پس باید حتی که داره الان یهودی میشه، در مرحله است، در مرحله شه و داره یاد میگیره و همه چیز، اسطور شبت و کامل نگه داره، باید یه کاری بکنه که حتی که داره مثل که گفتم در مرحله یهودی شدنه، پس یه خورده شبت و نگه میداره که یاد بگیره، ولی اسطور به عنوان کامل شبت رو نگه داره، باید یه کاری بکنه که اسطور تو شبت واسه یهودیا، واسه اینکه حساب بشه که این شبت رو نگه نداشته. خطر جانی بله، ولی نه از آدم ها، خطر جانی از خداوند نوشته. خداوند نوشته که کسی که یهودی نیست اجازه نداره. اوکی اوکی تو فرقی نداره. اوکی یه چیز دیگه، پس اینو صحبت کنم، اینو صحبت کنم، یه چیز دیگه، چجوری شمع شبت رو روشن میکنه؟ واو 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 دیگه یه ساعت همون گذاشت. چجوری شمع شبت رو روشن میکنیم؟ نه 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 نه
یکی کافی نه ها این صابونه عزیز و محترم اینجا واسه همون خط نزنیم به میزه اینا ها این شمدون شبات واو دارم احساساتی میشم اینجا بله الان یه شم واسه همون میرسه بیاین اینا ها مرسی اها اوکی یک کبریت هم میشه اگه یه خورد نورانی بشه اینجا اینا ها شعره که دنبالش بودم دیدین گفتم بهتون پیداش میکنم آخرش گوش کن اینا را شعره رو وح 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 حالا یه خورده منتظر باشیم باشم عروس ناز افتم وای 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 چه شعری به به بله خیلی نایس بفرماییم عروس ناز افتم از راه تو رسیدم بزون تازه ی تو بهروز هرانی بدم شوی چشم بایش چشم سفیده It's beautiful چقدر انرژی مثبتی دارید مرسی تاجی عالمی میارزه بهروز آرانی به افتخارش دست بزنین کجایی شما خوابین ای خدای من دلم می لرزه یه تاج نداریم اینجا من دلم می لرزه بر اینجا چی نوشتن خانوما خانم صاحب خونه اینم تاج وای وای جشن پوریم گفتیم هفته بعد چی؟ اوکی خانم صاحب خونه صدیق نیستاره قایمکی حاضر نیست بیاد توی برنامه اوکی یه خورده کوچیکه ولی اینا هم اینطوری شد میبینین اینا ها تاجی که بر سر میذاره عالمی میارزه لای 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 روز شنبه رو نگه دار مرسی You just made our week Now it's complete
King Parto. Oh, that's something new. Son of a jnida. Dun-dun-dun-dun. Merci, merci. Lay, 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 lay. Amen, amen. با خرابات حالا کنیسه ها رو حیف که نمیتونم بهتون این کلیپ ویدیو رو نشون بدم. گورگان، کنیسه گورگان. اینم اسمش چیه؟ روی سنتوره. خب شعره طولانیه یا خورده، ولی شعره قشنگه. من منتظرم از در. چه کلمه های، گوش میکنین کلمه ها، اصلا آدم آب میشه، آب شدم اینجا. چه کلمه های. باشیم اینو دوباره بشنویم. خانواده با هاته دوباره. امشب شب شباته که دور هم باشیم، خانواده باته. بوسه به تو رایش دهیم. حضرت فیلا بخونیم، نور شخینا ببینیم. نور شخینا ببینیم. تو را در خون تو، در جون تو، نگه دار تو که یادت نرود. هر روز ما شب است. چه کلمه های. بهروز هرانی. والا میخوام پاشم غیر بزنم الان. والا سنوانی سه بله بله آفرین. چه شعری اینا. این تاج شبات هم دیگه. مرسی مرسی از ساخونه. عالی عالی. وای 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 وای. چه شبی، چه شب شباتی. چه کلمه‌ای. در اصل یه شعر دیگه هم هست که میخواستم بذارم، یعنی به فکرش بودم نمیخواستم، ولی یه شعریه که یه خواننده غیر یهودیه به اسم ژاکلین، حتما میشناسینش، با خواننده عزیز، یه دوست عزیزم به اسم کامران، که این شعر رو با هم دیگه نوشتن. که یه دفعه این خانم ژاکلین اومده بود مهمونی پیش کامران تو آمریکا، و وقتی که سفره شبات رو دید، عاشق سفره شبات شد و یه شعر نوشت راجب شبات، راجب براخایی که بچه ها از پدرشون میگیرن، راجب
شراب، راجب نون، راجب سیدور تفیلا، راجب واه 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 چه کلمه هایی. ولی چون که من نگه میدارم به امید خدا که برنامه‌ام روی طهارت کودش باشه، یعنی همه چیز کلمه های درست و طبق هلخه به امید خدا، پس نمیتونم این شعر رو بذارم چون که یه خانومه، خواننده خانومه و اشکال هست توی برنامه یه خانوم خواننده شعر بخونه، بنابراین نذاشتم این شعر رو، حتی که خیلی شعر احساساتیه و شکر خدا که این شعر بهروز رو پیدا شد و گذاشتیمش. برای اینجا دوستان عزیزی چند تا سوال نوشتن که وقت نکردم، بیاین اول با اجازه چی؟ اوکی. پس بیاین ادامه بدیم، الان وقتمون دیگه تموم میشه. پس راجبه شمع شبت اینها، اینا کبریت، پس چجوری شمع شبت رو روشن میکنیم؟ پس مهمه که بدونیم، من روشن نمیکنم نترسیم، وقتی که خانم خونه میاد یا شوهر مثل که گفتیم شم شبت برخا میگه، بروخ ترشم لکنو منخ عالم اشار که چنو به مطبطه و تیوانو لدلیک نر شل شبت و کبریته رو روشن میکنه و شمه رو روشن میکنه، درست؟ پس وقتی که کبریته رو، وقتی که شمه رو روشن میکنه، پس باید دقت کنه، نه اشکالی نیست، اشکالی نیست، نه آره، باید دقت کنیم که کبریته رو پهلوی فتیله نگه می‌داریم تا اینکه فتیله کافی نیست روشن بشه، تا اینکه فتیله شعلش شروع کنه از خودش بره بالا. بعضیا هستن عجله دارن یا نمیدونم چی، همین کبریته رو میذارن پلو فتیله، روشن شد، میرن شمع بعدی، شمع بعدی، شمع بعدی، شمع بعدی، شمع بعدی. نه، باید کبریته رو پلو فتیله نگه داریم تا اینکه میبینیم یه ثانیه، دو ثانیه معمولا وقت برمیداره، میبینیم شعله شروع میکنه بره بالا، میبینیم شعله یواش یواش از خودش میره بالا، اون وقت کبریته رو میریم شمع بعدی رو روشن کنیم، شمع بعدی هم همونطور، تا اینکه فتیله بره بالا میچسبونیم کبریته رو به فتیله تا اینکه شعله میره از خودش بالا و اینطوری میریم به شمع بعدی. اوکی، پس اینم راجبه شم شبت روشن کردم. خب دیگه وقتمون رسید، میبینم دیگه حسابی دیر شد، پس
پس متشکرم ازتون دوستان عزیز که با همون بودین این برنامه و همه برنامه ها. متشکرم از صابخونه عزیز و محترم که این امکانو بهمون میده همیشه اینجا برنامه ها رو رد کنیم و بهمت همه چیزو اینجا فراهم میکنه و حتی که آنلاین همه چیزو واسه همون فراهم میکنه که بتونیم برنامه ها رو به صورت بهترین از همه لحاظا رد کنیم بهتون. درست اینم بگم، درست میگی، شمای شبتو میبایستی آدم اول سر جاشون بذاره بعدن روشنشون کنه و نه اینکه روشن کنه و بعدن ردشون کنه به یه جای دیگه. باید سر جاشون بذارتشون. و یه چیز دیگه هم بگیم اگه اینو گفتی، پس چی خواستم یه چیز دیگه بگم؟ بعضیا هستن مخصوصا اشکنازیا که شمع شباتو روی میز روشن میکنن، روی میزی که غذا میخورن. این یه خورده اشکال داره. بهتره آدم سلام خوش اومدین به برنامه کنم. اولین دفعه است برنامه هستین، نه؟ پس چرا اشکال هست؟ به خاطر اینکه آدم وقتی که شمع رو روشن میکنه، پس این شمدونه حساب میشه یه چیزی که دیگه نمیتونی، چون که پایه میشه واسه شعله. پس مثل که شعله رو اسور تو شبت تکون داد، شمدونم اسور میشه تکون داد تو شبت. البته جورایی هست که میشه کرد این کارو، ولی آسون نیست، ساده نیست و باید توضیح داد. الان وقتشو دیگه نداریم. پس اگه آدم میتونه، بهتره که سر میز، یعنی روی میز، شمع رو روشن نکنه، بذاره یه جای دیگه، یه کمدی یا یه چیز دیگه. اوکی، پس But when it's done, can we move it? اگه میز غذا، آره صحبت میز غذا میکنم، برای اینکه معمولا آدم میخواد سفره رو عوض کنه، پس باید شمدونا رو بلند کنه. پس اگه شما رو روشن کردن، پس نمیشه. فقط اوکی، پس اینو بگم، فقط اگه مثلا شمدونا روی دیس هستن، روی دیس میذارتشون و روی این دیسه یه چیز دیگه هست که مجازه تکونش داد توی شبت و مهمتره از شمدونا، مثلا نمیدونم چی، مثلا یه چیز نقره‌ای که خیلی مهمه، پس اینطوری. ولی معمولا سخته، چون که چیزای نقره‌ای شمدونا معمولا نقره‌ان یا شیشه‌ای یا چیزای خیلی گرون قیمتن. پس به خاطر این گفتم بهتره آدم سر روی میز اصلا روشن نکنه شمع رو، بذاره یه جای دیگه روشنشون کنه.
تو. حالا دیگه چه سوالایی، حالا در حالا بیدار شدین وقتی که برنامه داره تموم میشه. وای اوکی، اگه همون جا میذارینش تا بعد از شبت پس اشکالی نیست. اوکی، یا کریستال درست. اوکی، پس متشکرم ازتون دوستان عزیز که با همون بودین در این برنامه، و امیدواریم که به عزت شم هفته بعد شروع میکنیم. یادمون نره این شبت اسمش از شبت شکلیم شروع میکنن دیگه، بیاد بوده زخل مخطی تشکل دادن از دوشنبه، که یک شنبه و دوشنبه اول ماه آدار دومه، پس اوکی، ولی هفته بعد صحبتش میکنیم به امید خدا. دوشنبه، آره دو هفته داریم تا پوریم، پس هفته بعد شروع میکنیم. صحبت پوریم و به امید خدا. اوکی، پس شبتون بخیر. میتونین برنامه ها رو به صورت تکراری ببینین توی گروه تلگراممون خخم پارتو، یا توی فیسبوک و اینستاگرام خودم رابی پارتو به انگلیسی، یا توی فیسبوک یهودیان ایرانی، یا توی فیسبوک گروه تلمود تورا به پارسیت، یا توی کانال یوتیوب ایران 620. و یه گروه نویم هم داریم، گروه نویم، کسی که میخواد اضافهش کنیم میتونه واسمون بفرسته شمارهشو یا آیدی تلگرامشو به امید خدا. و مثل که دیدین چهارشنبه ها به امید خدا یه شیور تازه تهیه شده بروخ هشم توی پیسگت زعب یروشلعیم، ساعت 7:30 یرو به 8 پخش زنده سعی میکنیم بکنیم، هم توی اینستاگرام هم توی فیسبوک من رابی پارتو به انگلیسی، کسی که میخواد ببینه میتونه ببینه اونجا. و بعدا به صورت تکراری سعی میکنیم توی فیسبوک یهودیان ایرانی و گروه تلگرام و کانال یوتیوب ایران 620 بذاریمش. پس کسی که میخواد ویلکام. خب چیزی فراموش کردم؟ نه. ایشالله خدا به صاحبخونه عزیز و محترم همه آرزوهای دلشو فراهم کنه، به عزت شم عمر طولانی، خوشحالی، لذت ببره از همه بچه هاش،
همه پروژه هاش موفق باشه، انجامشون بده، چشم بد ازش دور و به عزت شم کل میشلوت لبال توال عبودتو اتبرخ و خیلی رتون و نمار آمن. همچنین هم به شما دوستان عزیز ایشالله خدا همه آرزوهای دلتون رو فراهم کنه به آسونی. آمین، مرسی. به آسونی، به راحتی، ایشالله به زودی سربازای اسرائیل رو ببینیم که دیگه این جنگ بس بشه به صورت صلح و صفا، به صورت خوب، و همه گروگانا زنده و سالم آزاد بشن به خونه هاشون به عزت شم به زودی. آمین و آمین. شبتون بخیر فعلا دوستان عزیز و به صورت توبات. و تا اینکه تموم کنیم برنامه رو بیاین یه شعر لیخوت شبت کودش. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, חלות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, מהן עולם הבא, מהן עולם הבא, בואי לגני אחותי קלה, בואי לגני שבת מרקתה, מהן עולם הבא.